آزادی، عدالت، دموکراسی، برابری، جامعه مدنی، پاسخها در کدام دالان و نزد چه کسی است؟ کی من؟ کی این؟ سلام، من کامبیز حسینی هستم. این 49مین پارازیت برنامه‌ای که برای شماست. شما که حوصله اخبار رو ندارید و همه خبرها برای شما خبره بده 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 امشب در پارازیت از ناگفته ها شفاف سازی می شود و از همه مهمتر در 30 دقیقه آینده پارازیت بنیان قدرت را قلقلک می دهد. این پارازیت است، برنامه از طرف بچه های انقلاب که حالا شدن بیگانگان برای بست استکبار در کشور اسلامی ما. گلو درد و مریضی و ملت بیدار، جماعت هوشیار، مردم همیشه روی صحنه. آقا خانم بلند شو خواب. بابا جان صدای تلویزیون تو زیاد کن دیگه، من چقدر داد بزنم؟ الان وقت افسردگی و لم دادن نیست. بیا جلو، بردارونو زیاد کن. چه نشسته اید که تونس، ملت تونس تونستن تونس رو با همه دیکتاتوری تونسی که تونسته بود تونس رو سالیان مدیدی بی تونس کنه بکشن پایین و ما همینجوری یه بری چشممون به رسانه های تونسی پونس شد؟ که چی شد که تونسی ها تونستن ما نتونستیم؟ اما چرا تونس ایران نتونس؟ خب به چند دلیل. تونس بنعلی داشت، ایران سدلی داره. بنعلی طیاره داشت که پرواز میکرد نمیخورد تو مغز سر مردم. سدلی یه ماشین مندرآوردی داره، کامران نشون بده. ماشین مندرآوردی داره که نور گذاشته توش، اینجوری بخوره به سقف بعد بخوره تو صورتش که ایشون نورانی و روحانی دیده بشه. باورتون میشه؟ اینم عکسش. تونسی اول شروع کردن که بعدن رنگ انتخاب کنن. ما اول رنگ انتخاب کردیم بعد شروع کردیم. بن علی فقط یه دختر داره، سید علی یه سید مجتمع داره. بله این هوا. بن علی پلیس داشت ولی بسیج مسیج نداشت. سید علی بسیج داره که تو خیابون آدم میکشه، پلیس داره که آدم کشی بسیج رو انکار میکنه، میگه کی بود کی بود، من نبودم. تونس دیما شروع کرد. ما دیما تموم کردیم. تونس اول تونس که اعتراض کنه بعد رهبر انتخاب کنه. ما اول رهبر انتخاب کردیم بعد اعتراض کردیم، بعد یقه رهبرمونو گرفتیم که تو چرا رهبر نیستی، اونم هی بیانیه داد، داستانها شد. کل جمعیت تونس 10 میلیونه. آمار تقلب در انتخابات ایران به اندازه جمعیت مردم تونسه. به این دلیل تونس ما نتونستیم. کجای تو؟ سامان؟ من الان میدون تحریر در مصر هستم. همه را داشتن. همه اینایی که گفتی ها داشتن. داشتن؟ خب بله. داشتن. تو من کجایی؟ من میدون تحریر در مصر وسط قاهره هستم. پس اینا چه دردی داشتن اکتن تو خیابون؟ الو، اینجا بسیار جالب است. جالبتر هم ممکن هست بشود. یه چی
چیز جالبی که بعد به شما بگم این است که اینجا لباس شخصی ها سوار موتور نیستند، بلکه سوار شتر هستند. راه به ما یه سکوت مکوت نداریم، بلکه مردم تو خیابون ریختن و میگن مبارک مبارک تسلیت تسلیت. به نظر میاد که آقای حسنی جون هر شب با آقای احمدی نژاد، دکتر سید احمدی نژاد، مشورت میکند از این چیزایی که حسنی مبارک همزمان گفتش که اگه تشریف ببره در مصر هجر و مجر اتفاق بیفته. همون جوری که میبینین خلاص هل 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 بیبلشون اخه ماشاءالله یورسلف هل هل. همین جوری که میبینین البته هنوز تشریف نبرده و هیچ اتفاقی هنوز نیفتاده به اون صورت. سامان اربابی، صدای آمریکا، قاهره. تا حالا شده مثلا رئیستون توی جمع داره دروغ میگه؟ یه آدمی که مثلا چی نمیتونی بهش بگین داره یک حرف ارزان قیمتی میزنه ولی نمیتونین بلنشین بهش بگین آقا بی خیال خاله نبند. حالا رئیس هم نه، مثلا عمه پدری نوه خاله پدر بزرگ همسایتون که شما یه زمانی عاشق دختر همسایه‌شون بودین بعد رو دروازی دارین باش. شده؟ حالا شده این سرنوشت ما ایرانی ها و آیت الله سید علی خامنه‌ای. جمهوری اسلامی به برکت انقلاب حکومت انتخابی است. مردم انتخاب میکنن، مزاق مردم، خواست مردم تعیین کننده است. نه اینه که راست گفت، این درست گفت. ایشون خودش به محض اینکه مردم بیان بریزن تو درست گفت، به جونت درست گفت، اصلا به جون سامان درست گفت، سامان بمیره درست گفت. اگه مردم بیان بریزن تو خیابون بگن آیه سید علی بی خیال مثل بن علی با اولین پرواز میزنه به چاک و به مزاق مردم احترام میذاره، درست گفت اینو میکنه. باور کنین، باور کنین، باور کنین. و اینکه آقای احمدی نژاد در پرده برداری کرار انگار داره گزارش کار میدون تره بار میده. بفرمایید. بارا رو بفرستیم 35000 کیلومتری. خب سال گذشته 250 کیلومتری شو 250 کیلومتر حرکت در نقطه مقابل جاذبه تجربه کرد. نگاه ده 250 کیلومتر عکس جاذبه زمین. مگه قرار بود ماهواره و موشک چجوری پرتاب شه که بر علیه جاذبه نباشه؟ مگه جور دیگه شد؟ غیب میگی آقای احمدی‌نژاد. خب بعدش چی؟ انشالله یکی دیگه هم ماهواره بزرگتر به زودی فرستاده میشه که یک سال در فضا خواهد بود و کار میکنه برامون یک سال. گام بعدی ما 700 کیلومتر، گام بعدی ما 1000 کیلومتر، 1000 کیلومتر در جهت عکس جاذبه. من این تأکید تو بر عکس جاذبه رو واقعا نمیفهمم. فکر میکنیم مثلا ماهواره رو میشه بر موافق جاذبه هم مگه میشه فرستاد؟ چجوریه مثلا موافقه؟ خب میگفتی 1000 کیلومتر چی؟ این 1000 کیلومتر رو رد کنیم دیگه با همون موشک 1000 کیلومتر میتونیم خودمون رو به 35000 کیلومتر برسونیم. اونجا دیگه سرازیریه. سرازیریه تو فضا؟ 1000 کیلومتر میری، 1000 کیلومتر میری اینجوری عکس جاذبه، بعد سرازیریه. این اطلاعات ویکی‌پدیایی چیه میدی به مردم؟ ولی خب دست درد نکنه، کل باعث افتخاره همین که پول ملت رو به جای کارآفرینی و کاهش بیکاری میفرستی 1000 کیلومتر تو فضا. خودش جای تقدیره، 1000 کیلومتر عکس جاذبه اونم، بعد سرازیری. گام بعدی چیه؟ گام انسان به فضاست. این هم از اون کارهای اساسی است. برنامه آورده بودن دوستان ما در سازمان فضایی که انشالله در 1404 ما اولین انسان رو به فضا بفرستیم. 1404 اولین انسان ایرانی رو شما میخوای بفرستی، شما میخوای بفرستی فضا. اولا که ملت ایران خودشون با پول شخصی خودشون زودتر رفتن فضا. خانم انوشه انصاری زد جلو از دولت شما. ولی علل حساب، نه جدی میگم اینو، ولی علل حساب آقای احمدی‌نژاد، یوری گاگارین سال 1340 رفت فضا. شما اون اول انسان بود که رفت فضا. شما 1404 آدم بفرستی فضا، الان من اینجا
حساب میکنم. این 1404 منهای 1340 کم میکنیم مثلا میشه 64 تا. یه جای همینجا هست دیگه. به روش مشایی ما ثابت کردیم که شخص شما آقای احمد نژاد 64 سال از دنیا عقبه. هر چقدر که ملت ایران 640 سال از دنیا جلوان، شما 64 سال از دنیا عقبی. کشف کیف حاوی اسناد محرمانه شاه مخلوع در مجموعه تاریخی نیاوران. مدیر مجموعه تاریخی نیاوران از کشف یک کیف حاوی اسناد محرمانه متعلق به شاه مخلوع در صندوق عقب خودروی رولز رویس وی خبر داد. علیرضا مقیمی گفت صندوق عقب خودروی رولز رویس شاه مخلوع که در انبار مجموعه نگهداری میشد پس از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی به تازگی باز شده و مشخص شده که یک کیف چرمی متعلق به محمد رضا پهلوی در آن وجود دارد. وی درباره محتویات این کیف گفت بخشی از اسناد اداری و اسناد متعلق به جنگ جهانی دوم در کیف موجود است. این چیه؟ من این چیزی اینجا پیدا کردم. این چیه؟ این 30 سال اینجا بوده، من نمیدونستم. توی استودیوی صدای آمریکا چقدر خاک روشه. وای سامان تو اینو دیده؟ سامان اینجا. سامان تو اینو دیده بودی؟ توش ببینیم چیه. چرا تا حالا من نفهمیدم؟ 31 سال زیر پای من بود. کلیدش کو؟ سامان کلیدش کو؟ کلید بده. بیا کلیدش رو بگیر. چی توشه؟ وای مکبوک پرو. این 30 سال اینجا توی استودیوی صدای آمریکا CIA گذاشته بود، ما نمیدونم. وای اینا چیه؟ مدارک خیلی خیلی محرمانه است. سامان بیا اینو بگیر. خیلی محرمانه است. چی توشه؟ وای وای نتیجه واقعی انتخابات ایران. اوه نخونی توشو، نگی به کسی، شر میشه. اینا چیه؟ وای آخر آخرت برنامه اتمی ایران. وای اوی مشایی این تو بود. مشایی اوی چه چیزایی ما پیدا کردیم. این کفش مال کیه؟ این چیه؟ اینا چیه؟ 30 سال این تو بود. DVD پارازیت 30 سال این تو بوده، قسمت 19 همش 30 ساله. واو بیا اینو بگیر. اینو چرا گذاشتی این تو؟ اوکی این تو این نوارا چیه؟ وای گفتگوهای محرمانه ما با مقامات فلان اینا همه. واو بیا زیاد شد دیگه، این زشته به نشون نداره کسی. آهای ای ملت بیدار، ببینید مملکت چی شده که مممایلی سیاسی شده. ما انقلاب کردیم توی مملکت که حق به حق دار برسه، عدالت برقرار بشه، همه آحاد مردم در مقابل قانون یکسان باشن، نه پسر من با پسر شما با پسر اون متفاوت باشن. واو این مایلی کمان بود؟ چرا این دفعه گریه نکرد؟ انقدر سوتی داده که یه بارم که حرف حق میزنه آدم شک میکنه. حالا ناراحتی چیه آقای مایل کوهن که داری حرف سیاسی میزنی؟
تیم ملی که بازیکن‌های شما رو برش برده که زیاد مسابقه دوستانه نداده که نسبت بقیه کشورها داده. آخه کجا اون بازی برزیل بعد امروز یه بازی دیروز میزنم با لهستان فردا میزنم با تیم نیجریه. خبری هم که به ما دادن آقای انصاری فر دیروز که بازی کرده زانوش ورم کرده. آیا همه دنیا همینه؟ واقعا یعنی همه دنیا همینه؟ چرا اینجوری میکنی شما؟ چرا آقای انصاری ورم میبریم با برزیل بازی کنه پاش ورم کنه مالی کن بدون بازی کن بمونه؟ چرا؟ این چه دنیاییه؟ من به علت همراهی با ماهلی کوهن دیگه این برنامه رو اجرا نمی کنم. سلام، من سامان اربابی هستم. این از این به بعد برنامه منه، برنامه‌ای که برای شماست. شما که حوصله اخبار رو ندارید و همه خبرها برای شما خبر بده. مرد حسابی، دو کلمه حرف حساب. زود باش دیگه نکسو بذار. باز داری تفرقه میندازی ها. من تفرقه میندازم؟ ها؟ فاتی رجبی درست صحبت کن. کی من؟ فقط خودم. شخصیت زشت هفته، علیرضا افتخاری به علت آنچه در فرهنگ ایران زمین من سامان اربابی ازش بدم میاد. امشب روی صندلی پارازیتی با سامان اربابی مصاحبه میکنیم. با خود سامان اربابی، سامان اربابی مصاحبه خواهد کرد امشب در پارازیت 25. چه خبر سامان؟ چه کار میکنی؟ این چیز صدای چی شد؟ کامران این چه کار میکنه؟ آره تانکیو سب کن شما یه قصه ببینید تا ما این مشکلات داخلیمون رو حل کنیم. یه قصه گوش بدید. و خبر مهم دیگر هفته این که کراوات اسلامی قانونی مجاز درست کردن. میگن اصلا این کراوات سبب داره اگه بزنین. پارازیت همیشه متعهده که خبر درست به شما بده. اینم سندش. این آقا همونجور که میبینی عجیب ولی واقعی، این کراوات قانونیه. از این به بعد ما اینجا تو پارازیت چون آدمهای خیلی خیلی پیشرفته‌ای هستیم، این برنامه خیلی پیشرفته‌ایه، گفتیم حالا که اینجوریه یه پیشنهاداتی برای آینده بدیم. یه دفعه دیدی گرفت و ما پولدار شدیم، رفتیم کیش هتل خریدیم، از این زندگی کارمندی خلاص شدیم. خب سامان نشون بده اولین کراواتی که طراحی کردیم. این هاش کراوات مخصوص وزارت مبارزه با حشرات موذی و یا هر کسی که اصولاً با حشرات موذی و یا اصلا موذیگری زیاد حال نمیکنه میتونه این کراوات از این بعد بزنه. عینک و موهاش حالا اون چیزه، اونو میتونین حالا بکنین میتونین نکنین، اون یه بحث دیگه است. میتونین راجع بهش صحبت کنین، مشکلاتتون رو با صحبت کردن حل میکنه. این یکی همونطور که میبینین اداره مبارزه با انواع نعشجات، خصوصا نعشجات از نوع روزنامه کیهان. آها این یکی اگه گفتین چیه؟ اگه گفتین کلاه فروشن فکری من میفهمم آرتیستم بقیه خرن به علاوه یه قیچی، درست حد زدید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این پس اگر از این کراوات استفاده کنه مشکلاتش حل میشه. سامان این وزارت نیروه بدون شهر، البته یه ذره شبیه اون آقاییه که دزد دریای کارائیب بود، اسمش چی بود سامان؟ جک سپارو، جانی دپ. این هم کراوات مخصوص رئیس قوه قضاییه است، این اختصاصیه، اصلا تو دنیا گفتیم بیژن بزنه، فقط دو تا تو دنیا ازش هست، یکی مال قوه قضاییه ایرانه اختصاصی برای جناب آقای لاریجانی، اون یکیش هم بعد از جنگ جهانی دوم تو آلمان گم شده، هنوز پیدا نشده، نتونستن پیدا کنن. و این خیلی کراوات
با ارزشیه، فقط ایشون میتونه بزنه. این هم ارزون ترین کراواتی که طراحی کردیم مخصوص برادران بسیجی. دوتا بقر، شیشتا ببر، پارچش تو جاه جمکران شسته شده، آماده است که تبدیل به باتوم بشه. اگه تو خیابون یکی چپ نگاه کرد در میاری. تکبیر شطره. حالا یه دو بیتی هم تقدیم شما بکنم. ما از تبار رستم و فرهاد و آرشیم، ما از تبار رستم و فرهاد و آرشیم، و در شرار فتنه آخر سیاوشیم. در انتظار رؤیت آن مهر آخرین، در مجمر سپیده سپندی براتشیم. اینجوری آقای احمدی‌نژاد می بده. میشد کلام تو را داد اعتبار، گر این چنین نبود تو را شیوه های کار. خود را مخان کسی ز تبار سیاوشان، کانها نکردند به پا چوبه های دار. سامان ره بده، ره بده، ره سامان، ره بده. محمود احمدی ما نژاد پریوشیم، زیبا دکتری ما بسیار دلکشیم، همتای چاوز و قذافی بن علی، جنتلمنیم ولی اجدها بشیم. قرار شد ره بدی اینکه میداش اولش تقلب چونه میداش میره 63 درصدت کو. رفسنجانی از چرخه نظام رفت که حالا که دست دیگری برهم زده دنیای ما، حالا که برهم میخورد آرامش فردای ما، خدا حافظ. به این میگن خلاص کردن واقعی. امشب روی صندلی پارازیتی مازیار بهاری، مهدی خلجی، آرش صبحانی، امید معماریان، شادی صدر. خب آقای بهاری یک دقیقه وقت دارید که هر چی دوست دارید بگید، ما این یه دقیقه رو پخش میکنیم. ببینید من چیزی که توی یه دقیقه میخوام بگم اینه که مخاطبای برنامه شما، بیننده‌هاتون، من خواهشم اینه که به عنوان یک ایرانی که از دو چیز در حقیقت پرهیز کنن، یکی ناآگاهیه، جهله، و یکی هم خشونت که در حقیقت زاده جهل و ناآگاهیه. بزرگترین موفقیتی که این دار و دسته‌ای که در ایران در حال حاضر حاکم هستن میتونن داشته باشن اینه که مخالفا و منتقدان خودشون رو مثل خودشون به یه چیزی مثل خودشون تبدیل کنن، یک سری آدمای ناآگاه و در حقیقت خشونت طلب. ما باید متوجه باشیم که نقطه ضعف اصلی این دار و دسته که در حال حاضر در ایران حاکم هستن اطلاع رسانیه، و ما باید سعی کنیم که تا حد امکان جریان شفاف اطلاع رسانی رو در داخل ایران، از ایران به خارج از کشور و از خارج از کشور به ایران رو برقرار کنیم. و مسئله حقوق بشر خیلی مهمه، و من با یک سری از دوستان یک پروژه رو در دست داریم که در حقیقت مستند کردن تصاویر نقض حقوق بشر در ایرانه، که حالا دوستان میتونن از طریق فیسبوک یا ایمیل با من تماس بگیرن و من بیشتر راجبش میتونم باشون صحبت کنم. یک دقیقه وقت دارید آقای مهدی خلجی که با تماشاگران پارازیت مستقیما صحبت بکنید. یه دقیقه مال شماست، این یه دقیقه رو پخش بکنید. من فکر میکنم که اونچه که جامعه ما الان بیش از هر چیز بهش نیاز داره در حقیقت نگاه کردن به خودش هست. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که نقد سیاسی در جامعه ایران موفق بشه بدون اینکه دست به نقد اجتماعی بزنیم. جامعه ما یک جامعه است که بسیاری از مشکلات سیاسی رو آفریده، بنابراین همه شهروندان ایرانی مسئول اون چیزی هستن که در ایران میگذره، و از این رو همه باید تلاش بکنن تا اون شرایطی رو که نمیپسندیم بدل کنیم به شرایطی که مطلوب هست. یک دقیقه وقت داری که هر چی دوست داری بگی، ما این یه دقیقه رو پخش بکنیم. خیلی متشکرم. من قبل از هر چیزی دوست داشتم به بازماندگان کشته شدگان سانحه هوایی تسلیت بگم، به مردم ایران تسلیت بگم، همچنین دوست داشتم به خانواده پهلوی تسلیت بگم بابت مرگ آقای علیرضا پهلوی. این دوتا اتفاق شروع تلخی بود برای این سال جدید میلادی برای ما ایرانیا. حرفی که دوست دارم بزنم به کسایی که دارن برنامه‌تون رو می‌بینن اینه که به نظر من توی خاورمیانه یه سرزمین اشغالی وجود داره و یه کشور اشغالی وجود داره، و اونم ایرانه. مردم ایران و کشور ایران
گروگان گرفته شدن توسط یه حکومتی که هیچ علاقه‌ای به فرهنگ ایران نداره. نه تنها علاقه‌ای نداره، بلکه سینماگراشون ممنوع فیلم میکنه، ممنوع پخش میکنه، کتابا ممنوع چاپ میشن، موزیکا ممنوع پخش میشه، همه چی ممنوع فلانه. فکر میکنم توی همچین شرایطی وظیفه هممونه، اونایی که علاقه مندیم به فرهنگ ایران، اینه که کار کنیم. از همه اون آلبومایی که میسازیم و پخش نمیشه، از همه اون کتابایی که اجازه چاپ نمیگیره، از همه اون شعرهایی که نمیشه پخشش کرد، یا تئاتری که رو صحنه نمیره، یا فیلمایی که اجازه اکران نمیگیره، یکی دو تاش هم که بیاد بیرون، یعنی تعدادش وقتی زیاد باشه بالاخره از یه جا رسوب میکنه و بیرون میاد، نشون میده به دنیا که ما هستیم و ما کی هستیم و حداقل میتونیم مشعل و زنده نگه داریم فرهنگ ایرانی رو و برسونیم به نسل بعدی. من فقط دوست دارم که اینو بگم که باید کار کرد با هر امکانات کمی که داریم. درسته شاید اسکار رو نبریم، ولی همین که داریم فیلم میسازیم خوبه، یا شاید نوبل ادبیات رو نبریم یا هر چیزی، اون مهم نیست، مهم اینه که کاری از ما ثبت بشه. یک دقیقه وقت داری با این دوربین که حرفای خودت رو بزنی با مخاطبان پارازیت. من از دولت ایران به عنوان یک شهروند تقاضا میکنم که به مردم ایران اجازه بده، به اون کسایی که خواستن تظاهرات کنن در روز 25 بهمن اجازه بده که برن به خیابون و به صورت مسالمت‌آمیز دور هم جمع بشن و خواسته خودشون مطرح بکنن. از مردم دوست دارم 25 بهمن ببینم که خیلی‌ها رفتن اونجا و دوست دارم که امروز صدای منو بشنون در این زمینه و امیدوارم که به این ریاکاری و به این برخورد ناصحی که با مردم ایران طی سال‌های گذشته شده خاتمه داده بشه. الان همینا که من با شما صحبت می‌کنم، وکیل من خانم نسرین سوسوده 11 سال حکم زندان گرفته، آقای وکیل دیگرم آقای محمد سیف‌زاده از جفتشون از وکلای برجسته کشور 10 سال زندان گرفته و ده ها نفر زندانی سیاسی ما در کشور داریم. مردم دوست دارم که حساس باشن به این اتفاقات، اینا اتفاقات خیلی کوچیکی نیستش. و در ادامه از آقای لاریجانی میخوام که من دارم اینجا از دارم در 10 نفر درخواست میکنم یه دقیقه که میخوام ازش استفاده خیلی خوبی بکنم، و از آقای لاریجانی که با هم دیگه یک دانشگاه رفتیم ولی متاسفانه ایشون از یه جایی عجیب غریب سر در آورده. خواهش میکنم که این زندانیای سیاسی رو آزاد بکنیم. واقعا شرم‌آور هست، واقعا خجالت‌آور هست و بعضی از این آدم‌ها جزء نوابغ کشور هستن، خدمات زیادی کردن و بالاخره این ماجرا یه روز پای شما رو میگیره. سرنوشت امروز آقای مبارک رو حتما ببینید، دنبال میکنین حتما، نذاریم حساب و کیسه خودتون. این سرنوشت فردای شماست، اگه فردا نباشه پس فردا، ولی خیلی دور نیستش. من یک دقیقه به شما وقت میدم که مستقیما با مخاطبان پارازیت صحبت کنید، این شما و این هم بینندگان ما در برنامه پارازیت. خیلی ممنون. من میخوام راجع به موضوع صحبت کنم که خیلی خیلی با بحث امشب متفاوت بود و اون در واقع کاریه که ما داریم میکنیم برای اینکه همه ما میدونیم که تو شرایط امروز که قرار داریم، به خصوص بعد از انتخابات، نقض حقوق بشر به طور سیستماتیک و گسترده همچنان روزافزون ادامه داره و برای اینکه جلوی نقض حقوق بشر در ایران گرفته بشه، دو تا راه ما فکر کردیم که وجود داره، نه ما، همه سازمان‌های حقوق بشری. در واقع سازمان عدالت برای ایران در حال کار کردن رو دو تا پروژه همزمان، یکیش مستندسازی موارد شکنجه جنسی علیه زنان در زندان هاست. در این مورد به طور خاص کمک می‌خوایم از همه کسانی که اطلاع دارن از یک مورد شکنجه جنسی از ابتدای انقلاب تا کنون در طول دوره 31 ساله جمهوری اسلامی، به خصوص مسئله اعدام دختران باکره در زندان‌ها در دهه 60. و از اون طرف در واقع ما روی کاری داریم می‌کنیم برای این که بتونیم آمران و عاملان نقض حقوق بشر رو به دادگاه‌های بین‌المللی ببریم، نه برای اینکه دوباره اعدام‌های انقلابی اوایل انقلاب تکرار بشه، برای اینکه ما فکر می‌کنیم که پاسخگویی آمران حقوق بشر و ناقضان حقوق بشر در واقع راهی برای کاهش نقض حقوق بشر در ایران و راهی برای به رسمیت شناختن درد و رنج قربانیان. در این راه هم خواهش می‌کنیم که هر اطلاعی راجع به هر کسی که فکر می‌کنین در نقض حقوق بشر در ایران دست داره، چه در مقام دستور دهنده و چه در مقام عامل، برای ما ارسال بکنید. خیلی ممنون. خب این بود برنامه این هفته پارازیت. من کامبیز حسینی هستم. من سامان اربابی هستم. من فکر میکنم که گردکوبی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش میشود هفتاد رنگ.